سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ امیدوارم که پر انرژی باشید بچه ها. من اومدم که امروز رو یه لب بکشیم، حتی متفاوت. ببینید اینو ترش رو بزنیم، بعدش هم حالا دیگه یا با مداد یا کنته بقیش رو اجرا میکنیم با هم دیگه. خب قبل از اینکه کار رو شروع کنیم بچه ها، سابسکرایب یادتون نره، لایک رو هم بزنید بکوبید که کار من بیشتر دیده بشه و بیشتر انرژی بگیرم، ویدیوهای جذابتری براتون ضبط کنم که آموزنده تر باشه، بتونید استفاده کنید. کامنت هم بذارید، انتقادی پیشنهادی هر چیزی داشتید بهم بگید، من در اسرع وقت جوابتون رو میدم. خب بریم شروع کنیم. اول میام اینو نگاش میکنیم، یه چند دقیقه براش وقت بذارید، نگاه کنید. بالاترین قسمت اینجا، پایینترین قسمت اینجا، پهنای خود لب از اینجا تا اینجا، گلوله هم از اینجا. ببینید پهناش بیشتره، اینجا شیب داره، این قسمت شیب داره دیگه، اینجاها سایه خورده. حالا ما کاری به سایش نداریم، من یه خورده ادیتش میکنم روشن‌تر بشه که این پایینا رو قشنگ ببینیم. یه لحظه، خب ادیتش کردم و الان همه قسمتاش مشخص شد، حتی این پایینه هم که خیلی تیره بود مشخص شد. اون عکس قبلیش هم میشه، این کنتراستش رو کمتر کردم، نورم بهش اضافه کردم و این شد. خب از کجا شروع کنیم؟ میتونیم یه خط صاف اینجا بکشیم. این خط صاف ما باشه، دقیقا روبروه دیگه، وسط اینم مشخص کنم. بالای لب رو میگیریم اینجا، یه خط شیبدار میزنم، پایین لب هم میگیرم اینجا، کم و زیادش خواستیم بکنیم مشکلی نداره، کم رنگ بکشید میشه اینا رو بالا و پایین کرد. پهنا اینجا بگیرم، این بر هم میاد اینجا و اینطوری میشه. میبینید با خط صاف بکشید فقط. خب حالا گلوله همین وسطه هست، اونم بعدا باید در بیاریم دیگه. این قسمت اینجا، این میشه فرم اصلیش. خب فرم اصلیش که زدیم، میام داخلیه رو میزنیم، دقیقا شبیه بالایی هست. بعد میام اینجا، به این صورت. حالا گلوله یه خورده میاد بیرون تر، یه خط صاف اینجا تا اینجا ها صاف هست. این میاد بیرون به این صورت میشه اینجاش، این هم همینطور. یک خط اینجا داره و یکی هم اینجا داره، این هم که با سایه مشخص میشه. حالا لب پایینش یه خورده پهناش کمتر هست، میتونیم بیشترش کنیم.
حالا زوم کنم قشنگ ببینید، میخوام بریم بر سر جزئیاتش. یه خورده اینو میارم بالاتر، این هم میاریم پایین تر. خب این از این، این فرم اولیه کامل شد دیگه، قشنگ تا اینجا رو اجرا کنید. بریم بعدش. خب این قسمت های بالایی شروع میکنیم به کشیدن چون که فرم دارن، میاد اینجا قشنگ، این میشه این، اینجا هم میشه به این صورت. از این قسمت میاد، از این خطه زدم بیرون. این قسمت هم که دیگه به همین صورته. اینجا رو هم درست میکنیم و این قوس های پایین رو. این هم از این. خب میمونی چی؟ دندون. دندوناشو از اینجا شروع میکنم به کشیدن. دندون آماده روی یه مقدار از این بالای گلوله، یه خط اینجا من میکشم که تا اینجا ها اومدن. اون چند تاش دیگه نیومد، فقط یکیشون، دو تاش اومده، دو تا بزرگه. این بالا رو هم اینطوری مشخص میکنم، اینجا یه دندون کوچولو هم این قسمت داره. این برش رو هم همینطور. یه مقدار این دندون این بریه اومده، میبریمش بالا. دندون کوچولو هم اینجا داره به این صورت، دندونش مشخص شد. خیلی راحته بچه ها، خیلی راحته. دیگه راحت تر از این من نمیتونم توضیح بدم، هیچ جا نمیتونم اینقدر راحت بهتون توضیح بدم. خب فقط با چند تا خط صاف دارم براتون راحت توضیح میدم که چی کار بکنید که فرم قشنگش به دست بیاد. اینم یکی اینجا. خب میام دندون پایینی نگاه میکنیم، میبینیم این دقیقا با هم دندون پایینی یک توی راستا هستن. آره توی راستا هست. دندون پایینی هم کوچکتره دیگه، یه خورده باید بالاتر بکشم. اینجا خیلی پایین هست، میاد روی گلوله، اینجا هم میاد روی گلوله، روی گلوله میکشم، با اتوده بکشم یه خورده ظرافت بیشتر میشه. اینجا قسمت پایینشون اینطوری میشن، یکی میام اینجا خطش رو میزنم، میاد اینجا، این یکی، یکی دیگه اینجا داره. یه خورده اینو پهن‌ترش کنیم، این یکی پهن‌تره، یه خورده هم اینجوری میاد بالا، یکی هم اینجا داره. این شد این بریه.
خب این یکی بالاتره، یه کوچولو بالاتره، پایینش اینجا میشه، این قسمتش هم اینجاها میشه. این هم اینجا. به این صورت اضافی ها رو پاک میکنیم. ببینید اینجا ها من اینجوری سایه بزنم، قسمت ها میشه لسه هاش. این هم از این یه کوچولو اینجا بزرگه، اینو میارم پایین تر، یه دندوناشو یه کوچولو میبرم بالاتر که دندونا دیگه زیادی بزرگ حد نشن. ریزوکاریاش هم با پاکن اتودی پاک میکنیم. گلوله رو هم که کاملش کردیم دیگه چیزی نداره، همین تو 10 دقیقه راحت طرحش رو زدیم. برای حجم دادن بهش باید سایه بخوره، سایه نخوره عزمی نمیگیره. میشه با چند تا خط مشخص کرد، ولی سایه زدنش یه چیز دیگه است. اینجا ما میتونیم خورده این گودی رو بیشتر کنیم، جذاب تر بشه. اینم از آموزش امروز، طراحیش بود. انشالله حالا سایش هم بهتون تو ویدیوی بعدی میام، نمیخوام ویدیو طولانی تر بشه و شما هم اذیت بشید. خب تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.